شما رو نگاه میکنم. بله بعد ما دفاع کردن از خلفای راشدین و اولا احتیاج به دفاع کردن ما ندارم. من برنامه شما رو نگاه میکنم ببینم شما چرا زنگ زدی دیگه؟ از چی زنگ زدی؟ احتیاج به دفاع کردن نداره؟ این عمر عزیز من حالا احتیاج داره یا نداره اون شما نمیدانم. من اینجا از کتابای شما ثابت کردم خیلی از امور رو درباره عمر. این عمر خودش آمد بین مردم گفت از من نپرسید که جد من چه کسیه، من تا خطاب فقط بلدم، از خطاب بالاتر از من کسی نپرسه. این عمری که در رسول خدا صلی الله علیه و سلم از او گفت که از من درباره نسبت بپرس، خودش انداخت روی زمین که من نمیپرسم از باره نسب خود. این اعتراف صریحه که در نسبش اشکاله. بخاری هم روایت کرده، مسلم هم روایت کرده، بقیه هم روایت کردن. این عمر دفاع میخواد یا نمیخواد؟ اگر دفاع نمیکنید خب بیا شیعه بشو دیگه، تسلیمی. اگر من برنامه شما رو میبینم خب، فقط چون عقیده من شما زیاد با هم فرقه، بعد اثر دلسوزی برها انسان هستیم، ما فرزندان آدم و حوا که هستیم، انسان که هستیم، به خاطر انسانیتی من دلم برات میسوزه. خیلی گمراهین شما. من گمراه واقعا را کجا امام عزیز من خلیفه شما رهبر شما چلپاسه میدونین چه مارمولک میخور. گمراه من از ها خرافاته. این کتاب شما بر این کتاب شما بود نشان داده. شما به نفع خودت میخونید. همه به نفع خودم میخونم. به نفع خودم میخونم دیگه. من به نفع خودم میخونم. خویاش به نفع خود خواندم برادر عزیز. این یک باب داره در کنز العمال، باب مارمولک. به نفع خودم خوندم. این به نفع من کجاش به نفع خودم خواندم جان من. این کنز العمال متقی هندی فی سنن الاقوال والافعال علامه علاء الدین هندی متقی هندی. خب کنز العمال مجلد جزء 15 منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیه چاپ سال 2004 کتاب المعیشه والعادات صفحه 190 اول مارمولک عمر ما احب ان لی بالذباب حمر النعم. میگوید عمر میگه که من چلپاسه دوست دارم، مارمولک دوست دارم، کسی به من شترهای سرخ مو بدهد او را دوست ندارم، اما چلپاسه برام دارد خیلی خوبه، اون خیلی مفیده. عمر ان عمر بن خطاب سئل عن الذب، از عمر بن خطاب پرسیدن درباره مارمولک، گفت اوتی به النبی صلی الله علیه و آله و سلم، همین مارمولک یا چلپاسه را آوردن پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، فلم ینه عنه ولم یامر به، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نهی نکرد و امرم نکرد که بخوری، در حالی که قرآن کریم می فرماید و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کارش تحریم خبائثه. و ابا ان یاکله، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خودش نخورد، و انما تقدره رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا فرمودن که چلپاسه خبیثه، کثیفه، نجسه، ناپاکه، و خودش هم نخورد. ولو کان عندنا لاکلنا، اما همین نجس را، همین ناپاک را پیش ما باشد ما میخوریم. عمر میگه و انه لرعائنا و لسفرنا، این بسیار خوبه، هم برای رعیت ما مردم مزین بخورن، هم برای سفر کردن خیلی خوبه، در سفر ما میریم اینجا چلپاسه زیاد. و ان الله لا ينفع به ناسا كثيرا، مردم اینجا خیلی چلپاسه، به توسط چلپاسه مردم را خدا به اونها فایده میرسانن. میگن من به نفع خودم میخوانم، کجایش به نفع خودم میخوانم. عن عمره، عمر گفت قال وددت ان في كل جحر ذب ذبین، من دوست دارم که در ذبن باید باشه، ذبن ذبینا، دوست دارم که در هر سوراخی که دست بندازیم یک چلپاسه چاق، یک مارمولک چاق اونجا باشه، وبین یعنی چاق، یک جر پر خوب پرگوشت باشه که ما بگیریم و بجان کنیم زود. حدیث 41770 عن عمر قال ذب احب الی من دجاجه، چلپاسه را من از مرغ بیشتر دوست دارم، مرغ را نپذید، آبگوشت مرغ نه، آبگوشت مارمولک چیه دوستان عزیز؟ این عکسش هم نشان بدم تا خوب متوجه بشین.
اینه مارمولک. این عمریا میخورن. ببین اینجا آوردن این عمریا در عربستان قصابیش میکنن. اینا ببین اونجا آمدن که پیکنیک اونجا آمدن که بله در صحرا رفتن، این آقا هم گرفتن، اون آخرش هم پختن. ببینه مارمولک دیگه، ببین اینا پختن. این عمریا میگه من به نفع خودم همه این رو امروز هم میخورن. این سیره عمره